بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب 40 حديث إمام نووي بذكر فائده آن. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث 1. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. از امیر مؤمنین ابو حفص عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمودند: البته عملها با نیتها معتبر است، و البته برای هر شخص آن چیزی است که نیت کرده است. پس کسی هجرتش به سوی الله و رسولش باشد، پس هجرت او به سوی الله و رسولش است، و کسی که هجرت است برای دنیا باشد، او را دنیا می رساند، و به سوی زنی باشد، او را نکاح می کند، پس هجرتش به سوی آن چیزی می باشد که به سوی آن هجرت کرده است. این حدیث را دو امام محدثان، ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردیز بی بخاری و ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم قشیری نیشاپوری در صحیحشان که آن دو صحیح ترین کتاب های تصنیف شده است روایت کردند. فایده های حدیث: یکم، البته عمل نیست مگر به نیت. دوم، البته عمل ها به نیت ها معتبر است. سوم، البته اجر و ثواب عمل کننده بر عملش به موافق نیتش است. چهارم، مثال آوردن عالم برای توضیح و بیان. پنجم، فضل هجرت برای مثال آوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن، و به تحقیق در صحیح مسلم تحت رقم 192 از عمرو ابن عاص رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت آمده است که فرمودند: آیا ندانستی که اسلام آن چیزی را که پیش از آن بود نابود میکند، و اینکه هجرت آن چیزی را که پیش از آن بود نابود میسازد، و اینکه حج آن چیزی را که پیش از آن بود نابود میسازد. ششم، البته انسان به موافق نیتش اجر داده میشود یا گناهگار میشود یا از اجر محروم میشود. هفتم، البته عملها به موافق آن چیزی که برای آن وسیله می شود می باشد. پس گاه یک چیز در اصل مباح می باشد، هرگاه انسان به آن نیت خیر کند طاعت می شود، مانند خوردن و نوشیدن، هرگاه به آن نیت قوت گرفتن بر عبادت باشد. هشتم، البته یک عمل برای انسان اجر می شود و برای انسان هرمان از اجر می باشد. می گویم نماز یکی از اساسهای اسلام است. اگر انسان آن را موافق شریعت و خالص برای الله انجام دهد، اجر و ثواب داده می شود. و اگر برای ریا یعنی خودنمایی انجام دهد، از اجر و ثواب محروم شده گناهگار می شود. الله سبحانه و تعالی همه ما را به قرآن و سنت عمل کردن را نصیب گرداند، و از شرک، ریا و بدعت دور گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.